تا پیش از شیوع کرونا سفر به کشورهای خارجی بسیار آسان بود با تعیین کشور مقصد کسب روادی در صورت لزوم و خرید بلیت هواپیما و رزرو هتل سفر انجام می شد. اما از این پس سفرها با روندی کند از سر گرفته می شود گزارشی در این باره کرونا همه چیز را دستخوش تغییر کرده از جمله مسافرت ها را کارشناسان برانند که حتی با آغاز شدن سفرهای هوایی بازگشت به وضعیت عادی پیش از کووید 19 چندان سری نخواهد بود یکی از مشکلات این خواهد بود که کشورها به آسانی به توریست ها روادید نخواهند داد در حال حاضر در بریتانیا متاسفانه برای مسافران قرنطینه دو هفته ای اعمال می شود که مسافر پس از ورود باید دو هفته در قرنطینه بماند این سیاست شاید در آغاز منع رفت و آمدها موثر بود اما اکنون بی معنی به نظر می رسد. بر اساس تجربه سایر کشورها بهترین راه تست مسافر هنگام ورود است بر همین اساس مقام های وزارت خارجه آمریکا نیز از مردم خواستند از مسافرت به کشورهای دیگر خودداری کنند که این خود به گفته کارشناسان به صنعت توریسم جهانی آسیب میرساند دست کم در حال حاضر به نظر میرسد دوران خوش مسافرت های هوایی پیش از کرونا به پایان رسیده است مسافران باید تست شوند فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنند و ماسک بزنند و بخشی از خدمات پیشین هم به صورت سلف سرویس درآمدهاند